سر خط خبرها. تایید درستی انتخابات آمریکا از سوی وزارت امنیت داخلی. اوباما میگوید ادعای تقلب دموکراسی را تضعیف میکند. طرح تعطیلی دو هفته‌ای تهران در آستانه تایید نهایی. فقط ارگان‌های امدادی و خدماتی اجازه فعالیت خواهند داشت. اجساد 4 پناهجوی غرق شده در کانال مانش در آستانه انتقال به ایران. جسد نوزاد 15 ماهه خانواده ایران نژاد هنوز پیدا نشده. و همزمان با استقرار نیروهای روس برای پاسداری از صلح در قره‌باغ، ترکیه هم خواهان اعزام نظامیانش به عنوان صلح‌بان شد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. مقام‌های دولت فدرال آمریکا که کارشان بررسی صحت و سلامت انتخابات است، در اطلاعیه گفتند که هیچ نشانه‌ای از دستکاری در آرا یا حذف یا گم شدن رأی‌ها وجود ندارد. اطلاعیه‌ای که ادعاهای دونالد ترامپ و هوادارانش را رد می‌کند که می‌گویند آرای آنها به سرقت رفته. با این حال آقای ترامپ هنوز از قبول نتایج انتخابات خودداری می‌کند. امروز چین هم که در کنار روسیه تا حالا درباره نتایج انتخابات اظهار نظر نکرده بود، پیروزی جو بایدن را به او تبریک گفت. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم روز بازنشستگان نیروهای مسلح کشور با چهره گرفته و بی‌حوصله. از هنگام پیروزی جو بایدن در انتخابات، این تنها موردی است که او در ملأ عام دیده شده. او تقریبا یک هفته است که برخلاف معمول سکوت کرده، اگرچه پیامک‌های توییتریش به پا بوده، پیامک‌هایی که در آن او همچنان ادعای تقلب در انتخابات می‌کند. اما حالا مقام‌های فدرال آمریکا، آنهایی که کارشان بررسی انتخابات است، سلامت آن را تایید کردند. مقام‌های سازمان امنیت سایبری و زیرساختی که سازمانی است از چند سازمان امنیتی کشور، در اطلاعیه‌ای نوشتند که شواهدی نیست که در سیستم انتخاباتی کشور آرا گم یا حذف شده باشد یا به هر صورت آرا جا به جا شده باشد. اما هنوز خیلی از نمایندگان و سناتورهای جمهوری خواه از قبول پیروزی جو بایدن خودداری می‌کنند. You got challenges inside courts. کوین مکارتی، رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید همه موارد شمارش مجدد آرا باید انجام شود و همه شکایت ها به دادگاه ها در این باره باید بررسی شود. ادعاهای بدون مدرک و شواهد جمهوری خواهان حالا نگرانی های زیادی را دامن زده است در مورد استحکام دموکراسی در آمریکا. به نظرم دلیلش این است که رئیس جمهوری از باختن خوشش نمی آید و هیچ وقت نمی پذیرد که باخته. اما من بیشتر از این آزردم که مقام های جمهوری خواه دیگر که به قطعیت بهتر از این می دانند با این ادعاها همراه شدند. این کار نه فقط دولت بایدن را نامشروع می کند، بلکه در کل دموکراسی را هم زیر سوال می برد که این کار خطرناکی است. And that's a dangerous path. تصمیم دونالد ترامپ در برکنار کردن وزیر دفاع مارک اسپر و مقام‌های عالی رتبه این وزارتخانه هم در این وزارتخانه واکنش‌های تندی داشته است. این رئیس ستاد ارتش آمریکا. We do not take an oath to a king or a queen. ما در ارتش آمریکا به یک پادشاه یا ملکه سوگند نمی‌خوریم یا به یک دیکتاتور. ما به یک شخص تعهد نداریم. ما به قانون اساسی سوگند می‌خوریم و تعهد داریم. We take an oath to the Constitution. در همین حال در خیابان‌های واشنگتن این کاروانی از اتومبیل‌های طرفداران آقای ترامپ با پرچم‌هایشان. آمریکا در تاریخ اخیرش چنین روزهایی به خود ندیده است. کسرا نجی، بی بی سی.
موج دوم کرونا در حال اروپا، آمریکا و غرب آسیا را در می‌نوردد که تعداد مبتلا شدگان به این ویروس به 53 میلیون نفر در جهان رسیده و نزدیک به 1,300,000 نفر قربانی شدند. تلاش‌ها برای رساندن یک واکسن امن و مطمئن به بازار شتاب بیشتری گرفته، ولی دولت‌ها همچنان در حال اجرای تدابیری مثل محدود کردن کسب و کارهای غیر ضروری هستند، اقدامی که به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد باعث شده کارزار مبارزه با فقر و نابرابری در جهان دچار عقب گرد شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. روزی 100 نفر در پایتخت هند قربانی کرونا می‌شوند. اما این هم نتوانسته مردم را از برپای جشن سالانه دیوالی منصرف کند. تاخت و تاز کرونا در کشوری که بالای 1 میلیارد نفر جمعیت دارد، می‌توانست فاجعه‌ای بزرگتر از آنچه تا حالا رخ داده به بار آورد. در آمریکا به غیر از آنهایی که به خاطر پیروزی جو بایدن در انتخابات جشن خیابانی گرفتند، خبری از تجمعات بزرگ مثل هند نبود. به جای آن، صف‌های دریافت غذا متشکل از افراد و اقشار محرومتر و تعداد مرگ و میرها و بستری‌ها همچنان آزاردهنده است. بیش از 240 هزار آمریکایی تاکنون جان خود را به خاطر کرونا از دست دادند. بیش از 1500 نفر تنها در یک روز گذشته. شیوع کرونا در کنار بحران اقتصادی ناشی از آن، جهان را آنگونه که دبیر کل سازمان ملل امروز یادآوری کرد، از رسیدن به اهداف بلندش عقب انداخته. این ویروس جهانی ما را به سمت یکی از بدترین رکودهای اقتصادی تاریخ معاصر سوق داده و این پیامدهای ویرانگری برای کشورها و مردم آسیب پذیر به بار آورده. پیشرفت‌های ما در دهه‌های گذشته در زمینه مبارزه با فقر و گرسنگی و کاهش نابرابری ظرف چند ماه بر باد رفت. تنها خبر خوب در این میان احتمال تولید یک واکسن مؤثر در آینده نزدیک است. در حال حاضر 2020 پروژه مختلف تولید واکسن از جمله در ایران به راه است که 47 مورد آن در مراحل آخر قرار دارد و نزدیک به 2 میلیارد دلار هم برای رساندن واکسن به محرومترین مردم جهان جمع شده. اما فعلا دولت‌های جهان از جمله اینجا در ایران با تدابیری مثل محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و تجمعات میکوشند امروز را به فردا برسانند. دستور اخیر دولت برای تعطیلی کسب و کارهای غیر ضروری بعد از ساعت 6 بعد از ظهر به گفته مسئولان بهداشتی ایران موفقیت محدودی داشت. نزدیک 60% شاگرد خصوصا واحدهای صنفی در کل میانگین کشوری این بستن بعد از ساعت 6 بعد از ظهر را رعایت کردند. ولی در اروپا که مثل ایران شاهد موج دوم یک کرونای پاییزی است، بیشتر کسب و کارهای غیر ضروری کلاً تعطیل شدند. با این حال سیستم‌های بهداشت اروپا به علت تعداد زیاد بیماران بستری زیر فشار هستند. از بریتانیا گرفته تا آلمان، به غیر از مبتلایان به کرونا که باید بستری شوند، بیماران غیر کرونایی باید برای معاینه شدن و دریافت کمک‌های پزشکی معطل شوند. تا چند هفته دیگر کسب و کارها دوباره می توانند کاسبی کنند، اما تدابیری مثل فاصله گذاری و ماسک زدن حالا ماندگار خواهد بود. سیاوش اردلان، بی بی سی. یک مقام بهداشتی در استان تهران میگوید برای تعطیلی 2 هفته پایتخت ایران تصمیماتی گرفته شده ولی هنوز تایید نهایی نشده. نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا، به خبرگزاری ایسنا گفته به برقراری تعطیلی 2 هفته تا پیش از آذر ماه، یعنی تا 1 هفته دیگر امیدوار است. بنا به آمار وزارت بهداشت ایران، شمار قربانیان کووید 19 در ایران از 40,000 نفر فراتر رفته. در شبانه روز گذشته هم 461 نفر دیگر قربانی کرونا شدند. بابک قرایی مقدم، پزشک از تهران با ما هستند. آقای دکتر قرایی مقدم، بیشتر به ما بگید که به نظرتون این طرحی که الان هنوز تصویب نهایی البته نشده برای تعطیلی 2 هفته کامل پایتخت چقدر میتونه کمک بکنه به اوضاع؟ سلام عرض میکنم. ببینید، حتما میتونه کمک کنه. یعنی این نظر اکثریت قریب اتفاق پزشکان هست که باید محدودیت ها در تهران به خصوص با توجه به جمعیت بسیار بالایی که داره حتما انجام بشه، ولی لازمش این هست که مردم هم هماهنگی بکنن، یعنی بیان تعطیل بکنن، بعد مردم بیان تو خونه هاشون
مراسم بگیرن، دور همی بگیرن، این فایده نداره. ما باید یک عزم ملی داشته باشیم، یک هماهنگی ملی داشته باشیم. همه این خطر رو الان متاسفانه خیلی از خانواده‌ها دیگه در نزدیکانشون دیدن که افرادی مبتلا شدن، افرادی متاسفانه فوت کردن. بنابراین باید با شدت اون دستورالعمل‌هایی که گفته میشه، استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی رو انجام بدن و بعد این تعطیلی‌ها میتونه باعث بشه که جدیت مسئله برای اکثریت جامعه باز هم تحکیم بشه، عبور و مرورها کمتر بشه و تا حدود زیادی ما بتونیم آمار رو پایین بیاریم. منتها یک چیزه که باید هماهنگی تمام جامعه باشه، یکی این، دوم این که ما باید سعی کنیم که بیماریابیمون رو تقویت کنیم. همونجوری که قبلا عرض کردم، تست پی سی آر به دلیل اینکه آقای دکتر زالی هم همین رو گفتن، تست پی سی آر در فعلا با توجه به قیمتش خیلی از بیماران امتناع میکنن، یعنی مشکوک هستن به بیماری کووید 19 ولی به دلیل قیمتش امتناع میکنن. این باعث میشه که ما اگر پی سی آر ها چک بشه، هم باعث میشه بیماریابیمون واقعی تر باشه و قوی تر باشه و هم بتونیم بر اساس اون مریض ها رو بیشتر کنترل کنیم که ابتلا رو به دیگران کمتر مونه. آقای دکتر، اگر فرض رو بریم بگیریم که مردم رعایت بکنند خیلی بیشتر، این دو هفته کافی خواهد بود؟ به هر ترتیب ما باید ببینیم با دو هفته این کار شروع میشه و بعد بر اساس آمار و نتایج و بر اساس اینکه مرگومی رو بیشت بیماران، تعداد بیماران چقدر شده باشه، تصمیم گیری دولت میکنه و نهادهای زیرب به خصوص ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد. دلایلی که در گذشته قرنطینه ادامه پیدا نکرد، مسئله اقتصادی بود و فشار اقتصادی که بر دولت و مردم وارد میشد، این خب این فشار همچنان وجود داره. فکر میکنید که متاسفانه این فشار وجود داره و شدید هم هست. ما در شرایط تحریم هم قرار داریم و این دیدگاه به قول معروف تنفر به نسبت به کشورها، به خصوص از کشوری که خودش رو ابرقدرت و قدرقدرت جهانی میدونه، داریم با میبینیم دیگه. خودشون هم داریم میبینیم که دارن چوبش رو میخورد در آمریکا و آقای ترامپ، و بعد هم داره در تمام دنیا در کشورهایی رو که تحریم میکنه قطعا تأثیرش رو خواهد گذاشت و قطعا مدیریت در این کشورها بسیار بسیار سخته. ولی در ایران فکر میکنید مسئله اصلی تحریم بوده یا به هر حال در ایران هم ضعف مدیریت در این زمینه وجود داشته و پیام های زد و نقیزی که دائم داده میشده به مردم؟ شما الان آقای اردلان نگاه کنید، در هند رو نشون داد، دیدم که در شهر در دهلی نو میگن هنوز روزی 100 نفر دارن کشته میشن، ولی دیدید که فیلم ها رو دیدید که چجوری مردم مراعات میکنن. مسائل فرهنگی است. در آمریکا سیاسی شده قضیه. CNN هر روز باید بزنه که آقا این ماسک یک مسئله سیاسی نیست. این هم در اینجا هم همینطوره. یه عده‌ای متاسفانه به خصوص جوانان، یه عده‌ای خانم ها برای آرایششون جلوشو نمیگیره، این رو ماسکو نمیزنن. آقایون جوان فکر میکنن همشون پهلوان هستن. این همه ورزشکار قوی آن در اثر همین مسئله فوت کردن. باز هم میبینیم که اکثر افرادی که رعایت نمیکنن همون جوان ها هستن. این رو میارن، بیمار رو میارن توی خونه هاشون و افراد مسن عزیزترین افراد خانوادهشون منتقل میکنن. متشکرم از شما دکتر بابک قرایی، مقدم از تهران. مقدمات انتقال اجساد 4 شهروند ایرانی که اوایل آبان ماه در سواحل دانکرک فرانسه غرق شدند فراهم شده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است اجساد رسول ایران نژاد و همسرش شیوا، محمد پناهی و 2 فرزند 9 و 6 ساله آنها به زودی به ایران منتقل شود. این خانواده که اهل شهرستان کردنشین سردشت در استان آذربایجان غربی در ایران بودند، به قصد سفر به بریتانیا سوار قایق شدند که قاچاقچیان انسان آن را در اختیار آنها و 18 نفر دیگر قرار داده بودند. شیوه تأمین هزینه انتقال اجساد آنها باعث تأخیر در این کار شده بود. از جیار گل درباره تازه‌ترین جزئیات انتقال این اجساد آنها پرسیدم.
تلاش های زیادی از طرف خانواده آقای ایران نژاد و خانمش شیوا شد که به هر حال این اجساد و هرچه سریع‌تر به ایران ببرن. ابتدا شنیده شده بود که حدود 30,000 یورو هزینه خواهد داشت، به سفارت ایران در پاریس مراجعه میکنن و به نظر میرسه وزارت خارجه ایران مقدمات بازگشت اجساد رو آماده کرده. قرار بود دو شب پیش ساعت 9 شب به وقت تهران این اجساد به ایران منتقل بشن، اما ظاهرا مسائل اداری و مسئله‌ای که میدونیم در فرانسه این مسئله قرنطینه هست تمام کشور، یه مقدار این روند رو کنتر کرده. اما آخرین اطلاعی که داریم 4 عضو خانواده که جنازه هاشون پیدا شده، آقای ایران نژاد، دو پسرش و دخترش آنیتا 9 ساله و آرمین 6 ساله و خانم شیوا، همه اونها جنازه هاشون منتظر هستن که به ایران بازگردانده بشن و به نظر میرسه به چیزی که من آخرین اطلاعاتی که دارم ممکنه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از فرانسه هواپیمایی که اونها رو منتقل خواهد کرد پرواز کنه. ایران گویای قایقران رو زنده دستگیر کرده، داستان اون چیه؟ ببینید وقتی که این پناهجوها قاچاقی از کانال عبور میکنن، معمولا قاچاقچی ها یک پناهجو که پول کمتری داره یا کمتر پول ازش میگیرن به عنوان کاپتان یا همون کسی که قایق و رانندگی میکنه ایشون سوار شده. این یک شخص خود ایشون هم ایرانی بوده، اهل شمال ایران هستش. همون روزی که این افراد نجات پیدا میکنن او توسط دادستان دانکرک در شمال فرانسه دستگیر میشه و هنوزم در بازداشته. آخرین اطلاعی که من دارم احتمالاً او به قتل غیر عمد متهم بشه و در فرانسه محاکمه بشه. ژیار گل بود. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید هیچ نشانه ای از دستکاری، گم یا حذف شدن آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وجود ندارد. همزمان اوباما میگوید ادعای تقلب دموکراسی را تضعیف میکند. به گفته یک عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران، طرح تعطیلی کامل تهران به مدت 2 هفته در آستانه تایید نهایی قرار دارد. روسیه هیئتی به ترکیه فرستاده تا در مورد قره‌باغ گفتگو کند. ترکیه خواهان حضور نظامیانش به عنوان پاسدار صلح در قره‌باغ است و می‌خواهد در موافقت‌نامه صلح میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان برای ترکیه هم نقشی در نظر گرفته شود. همزمان تظاهرات در ارمنستان علیه توافق صلح ادامه دارد و از سوی دیگر ارمنی‌های ساکن در سرزمین‌هایی که باید به جمهوری آذربایجان پس داده شود در حال ترک خانه‌های خود و کوچیدن به ارمنستان هستند. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. شمع که از حد به در بیفروزی، بیم باشد که خانمان سوزی. کنایه سعدی شاید اینجا مصداق پیدا کند که ارمنی ها انقدر بر اشغال این خاک پای فشردند و ماندنشان را ابدی گمان کردند که ندیدند روزی را که با چشم گریان خانه را بسوزانند و هرچه دارند بردارند و بروند. از همین خانه ها در شهرستان کلبجر 30 سال پیش آذری ها آواره شدند و رفتند. حالا قرار است برگردند. در هفته های آینده ارمنی ها باید همه سرزمین های پیرامونی قره‌باغ را ترک کنند. این توافقی است که نخست وزیرشان با روسیه و جمهوری آذربایجان کرده. خشم از توافق 3 روز است پایتخت ارمنستان را صحنه تظاهرات کرده. تظاهراتی که به دخالت پلیس و بازداشت برخی معترضان هم انجامیده. نیکول پاشینیان نخست وزیر از هر سو آماده حمله و انتقاد است. انتقاد از اینکه چرا با سیاست‌های غرب‌گرایانش روسیه را رنجاند تا ارمنستان را در جنگ هفته‌ها تنها بگذارد. گذشته از این، خیلی‌ها هم انتقاد دارند که چرا زودتر برای قره‌باغ تدبیری نشد و پیش‌بینی نشده بود که آذری‌هایی که دارند توان نظامیشان را بالا می‌برند، امکانات و پشتیبانی بیشتری دارند، به زودی برای بازپسگیری خاک خود گام برخواهند داشت و چنین ضربه بزرگی بر پیکر ارمنستان خواهند زد. اما نیکول پاشینیان اعتقاد دارد قره‌باغ هنوز از دست نرفته. پاسداران صلح روس باقی مانده قره‌باغ را برای ارمنی ها نگه خواهند داشت.
میخواهم تأکید کنم که این موافقتنامه باعث شد چیزی رو که داشتیم از دست میدادیم حفظ کنیم. استپاناکرت بی دفاع مانده بود و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد به احتمال زیاد هم استپاناکرت رو از دست میدادیم و هم مارتونی و اسکران. هزاران سرباز محاصره میشدن و کار به سقوط کامل میکشید. وقتی موافقتنامه رو امضا کردم همه این حساب ها شده بود. با ورود مستقیم روسیه به ماجرا، سرنوشت بازمانده قره‌باغ پرسش برانگیز شده. آذری‌ها در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به همه قره‌باغ‌اند. اما این احتمال هم مطرح می‌شود که روسیه همچنان بازمانده قره‌باغ را برای ارمنی‌ها نگه دارد و بازگرداندن آن به دولت مرکزی در باکو را موکول به مذاکراتی کند که چه بسا سال‌ها به طول بیانجامد. در این فاصله به سبب حضور نظامی روسیه آذری‌ها دیگر نتوانند ارتش را برای بازپسگیری باقی مانده قره‌باغ جلو بفرستند. سهم ترکیه در آینده این منطقه هم پرسش برانگیز شده. در موافقتنامه آتش‌بس یادی از ترکیه نشده، اما دولت جمهوری آذربایجان می‌خواهد نظامیان ترکیه هم در قره‌باغ باشند. حتی اظهارات سفیر خود در مسکو را تکذیب کرده. پولاد بلبلوغلو سفیر جمهوری آذربایجان در مسکو پریشب در گفتگوی تلویزیونی گفت که نظامیان ترکیه در قره‌باغ نخواهند بود. دولت ترکیه بلافاصله به او اخطار داد و اعلام کرد سفیرانش نباید حرفی خلاف خط مشی دولت بزنند. ترکیه هم تلاش برای حضور در قره‌باغ را ادامه می‌دهد. کار به اعزام هیئت از روسیه به آنکارا کشیده تا بر سر این مناقشه گفتگو کنند. مرتضى فرهمند، BBC. برای صحبت بیشتر در این باره قدیر گلکاریان، استاد رابطه بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک از نیکوزیا در قبرس با ما هستن. آقای گلکاریان، در مورد این توافق چه فکر میکنید؟ البته اگر کل ماهیت توافق ده ماده‌ای رو در نظر بگیریم و تمام طرفین دخیل در این توافقنامه رو مد نظر قرار دهیم، به نظرم این توافقنامه و جنگی که از مدت‌ها پیش آغاز شده و از ژوئیه امسال به اوج خود رسید، طرف‌های بازنده و برنده‌ای نداره و آن کسی که و یا آن طرفی که میشه گفت برنده بوده روسیه است، چون روسیه چندی پیش از ماه سپتامبر در واقع به دفعات از زبان وزیر امور خارجه‌اش و یا وزیر دفاعش مطرح کرده بود که نیاز است که این جنگ با حضور نیروهای صلح صلح و دیدبانان صلح در منطقه حضور داشته باشند و قره‌باغ بخش‌هایی از قره‌باغ به آذربایجان اعاده بشه و صبر و متانت در واقع و بردباری روسیه در این مدت نشون داد که اجازه فرصت پیشروی نیروهای آذربایجانی رو به منطقه قره‌باغ داده و تا اون حدودی که نیاز هست حضور پیدا کرده نیروهای آذربایجانی و شرایط فعلی رو حادث کرده و در این حال شرایط کنونی ایجاب میکنه که روسیه به عنوان حافظ صلح در اونجا به مدت 5 سال به شرط اینکه در ماده 5 هم گنجانده شده هیچ عملیات مخلی در امنیت پدید نیاد که اگر یک گلوله‌ای به اصطلاح در واقع شلیک بشه 5 سال دوباره به صورت مداوم اتوماتیکمان تمدید خواهد شد و نشون میده که روسیه حضور دیرینه خودش رو در منطقه قفقاز برنامه‌ریزی کرده بود و اینطوری هم ادامه میده و آذربایجان علارغم اینکه بخش‌های مهمی رو گرفته، بله، منتها هنوز کنترل کامل بر قره‌باغ رو نداره. میفرمایید که این توافقنامه برنده یا بازنده ای نداره، ولی می‌بینیم حداقل از واکنش مردم ارمنستان که خودشون رو بازنده اصلی این توافقنامه میدونند. البته همونطوری که تو گزارش شما هم اومد، آقای فرهمند هم اشاره کردن، آقای پاشینیان و یا آقای هارتونیان رئیس جمهور خودخوانده قره‌باغ هم گفته بودن که اگر بیشتر از این تحمل می‌کردیم طبیعتاً تمام قره‌باغ به دست نیروهای آذربایجان می‌افتاد، چون اگر فاصله شهر شوشا رو با استبناکر و یا خانکندی به زبان آذری‌ها در نظر بگیریم که فاصله دارد و ارتفاعات مهم قره‌باغ در دست آذری‌ها افتاده بود، طبیعتاً تمام قره‌باغ به دست اونا می‌افتاد. اگر از این بابت
در نظر بگیریم و حضور نیروهای نیابتی که مستنداتش مشخص است از شمال سوریه به منطقه اعزام شده اند، اگر چنین اتفاقی میافتاد چه بسا قتل عام‌های ارامنه هم در اون منطقه اتفاق میافتاد و از این بابت بایستی ارامنه شوک‌گذار باشند که روسیه میانجیگری کرد. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، فکر میکنید که این احتمال درگیری ها در آینده رو کاهش میده یا برطرف میکنه؟ من تصور نمی کنم که درگیری های زیادی اتفاق بیفته، چون به نفع هیچ کدام از طرفین نیست، فقط به نفع روسیه است، همونطور که ابتدا هم عرض کردم، چون ادامه ماندگاری و استقرار نیروهای صلح‌بانی روسیه رو در واقع مقتضی خواهد کرد. اما نیات کشورهای ثالث مثل ترکیه که طبیعتاً نیاز داره که خط گذر لازم رو از منطقه در واقع زنگزور یا مقری که به زبان ارامنه گفته میشه ایجاد بکنه و نخجوان رو با آذربایجان وصل بکنه و بدین ترتیب ایران رو منزوی بکنند و یا در حقیقت از تنگه بسفور تا سواحل خزر و تمام آسیای میانه حضور داشته باشه، این نیات شاید زمینه ساز یک سری تحولات خواهد شد. قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک از نیکوزیا در قبرس، متشکرم از شما. خواهش میکنم. شمال هند یکی از مناطقی است که آلوده ترین هوا در دنیا را دارد. یکی از علتهایش این است که کشاورزان چند هفته مانده به فصل کاشت، پسماندهای زراعی خود را می‌سوزانند و این دود بسیار زیادی تولید می‌کند. آنها می‌گویند زمین‌هایشان را باید برای فصل جدید کاشت آماده کنند و در نبود کمک‌های دولتی راهی کم هزینه‌تر از آتش زدن پسماندها سراغ ندارند. اروان جابرا، خبرنگار بی بی سی، گزارش می‌دهد. پسماندهای زراعی هند این گونه از بین می روند و سلامت ساکنان شمال هند را هم با خود دود می کنند و به هوا می برند. هر سال این موقع این آتش سوزی ها براه است. انگار هیچ کس هم جلو درش نیست. من اینجا در ایالت پنجاب هستم. هر چقدر به کشاورزها می گویند دست از این کار بردارید، می گویند چاره ای نداریم. آرتار سی می گوید سال گذشته قبول کرد که پسماندهای زراعی را نسوزاند. منتظر کمک دولت نشست، اما کمکی در کار نبود. به جای آن تنها با یک کبریت میتواند تمام پسماندهایش را از بین ببرد. ما کشاورزا زندگی سختی داریم. همین الان آمار خودکشی بین ما بالاست. دیوان عالی هم دستور داده دولت خسارت ما رو جبران کنه، ولی یک شاهی پول هم دریافت نکردیم. بنابراین چاره‌ای جز سوزوندن پسماندها نداریم. امسال مقدار پسماندهایی که سوزانده می‌شود 50% بالا رفته. دولت پنجاب انتقادهای کشاورزان را رد می‌کند. ما هر سال کشاورزهایی که ثبت نام می‌کنند رو در فهرست کمک‌های مالی قرار می‌دیم. اما یک کارشناس کشاورزی می‌گوید اینها کافی نیست. بحث کشاورزان اینه که هر سال فقط چند هفته فرصت دارن زمین رو برای فصل کشت بعدی آماده کنند. بحث دومشون اینه که برای مدیریت پسماندها احتیاج به ماشینالات سنگین دارن. اجاره این ماشینالات به معنی افزایش هزینه است. با بخشنامه نمیشه این مشکلات رو حل کرد. یک راه حل این است که پسماندها را فشرده کنند و یک جا برای تولید برق بسوزانند و کشاورزان هم پولش را دریافت کنند. اما در شرایطی که کشاورزان از اصلاحات دولت برای وارد کردن بخش خصوصی ناراضی اند، اجرای چنین راه حلی شاید سخت باشد. BBC News پنجاب. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی هستید.